هستی ایران. یادشون نمیره که ایرانستان کردن ایران پروژه است. پل اردمن کتابی که در زندان نوشت در سوئیس، 10 بار گفتم تو برنامه‌ام برید بخونید آقای، پروژه داره عملی میشه. اونا پروژه هاشون از دست نمیدن. الان پروژه نابودی ایران، تقسیم ایران از دست نمیدن. ولی چرا تا حالا تقسیم نشد ایران؟ شاه خودش گفت بعد ارتش رو نابود کردن، ارتش شاهنشاهی رو، چه عمرا و خلبان های ما رو کشتن و اعدام کردن، چه عزیزان منم تو جنگ از بین بردن، نبردن تو جنگ. محمد رضا شاه در رابطه با ایرانستان شدن ایران و اینکه پروژه تجزیه بوده بارها صحبت کرده بود و روزنامه همون موقع هم نوشته بودن، همچنین که ببینید روزنامه های معتبر ایران همون موقع این رو نوشته بودن که محمد رضا شاه این پادشاه اندیشمند و خردمند ما تجزیه ایران رو میدونست که در پروژه استعمار غربی و قدرت های تازی هست. تازیان دیرباز بوده که از قادسیه هایتون در آفریده شد تا ایران نابود بشه. ولی چه کسان ایران رو نجات دادن و جلوگیری کردن از اینکه ایران ایرانستان نشه؟ ما به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزئیاتش رو به شما میدیم و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدن. بعد همیشه کینه میآفرینن نسبت به نیروهای نظامی ارتش ما. آقا ارتش ما رو جنایتکار میخوان نشون بدن. آقا جنایتکار رو آخونده است فتوا میده. تمام حوزه های علمیه ایران، تمام آخونده پولشونی که میگن انگلیس میده حج و میگن خمس و زکاته، تو من تو مگه خمس و زکات میدیم؟ این پول نفت خلیج فارسه. تازیان خلیج فارس همه آیت الله رو تأمین مالی میکردن از زمان شاه تا الان. ولی خب از بانکایی که تو انگلیس دارن، از بانکایی که تو فرانسه دارن، تو آلمان دارن، تو دبی دارن، گفتم بهتون جریان بانک‌ها رو، از خود عربستان سعودی که نمیان به اینا پول بدن، که از خود عربستان سعودی سهمیه حج میدن، پولش رو بده جیبت. از خارج از کشوری که اینا حوزه های ایران، اینقدر آیت الله ما داریم شیعه ساخته، اینها رو از بودجه‌هایی که در خارج از کشور دارن تعمیر بودجه میکنن. هر کدوم تعدادی آخوند دارن و برقن. خب اینها عزیزان من، هدف اینهاست فتوای قتل و ارتداد و کشتن آریان منش و کشتن فروهرها و دیگر عزیزان ما رو کی میده؟ آخونده میده. ارتشی ما که نمیده که، ارتشی ما که نمیده کسی رو بکشه که، ترور بکنه که. ارتشی ما تا الان اومده تو خارج ترور کرده، همه پاسدارهای وابسته به همون آخوندها و اونام تازه پاس تو. بازم بگم ها، این توجیه نیست یا دفاع از پاس، بازم پاس داره نیومده بکشه. مامورای امنیتی هستن، مامورای امنیتی کجا یک پاسدار رو گرفتن که گیر کشته؟ در جریان اخیر فقط روی گرفتن این جوان سپاه اعلامی داد که ما رو گرفتیمش، چون اینا یه خط جدید وا میشه، بعدا بهتون میگم این خط جدید که سپاه میخواد بیاد تو میدون. ولی تا قبل از این جریان این جوان رو بگیرن، سپاه که حتی سپاه نمیاد ما کسی رو گرفتیم، ما کسی رو خارج از کشور زدیم. حتی سپاه قدس هم که میگن، سپاه قدس شما یک نمونه بده که خارج از کس سپاه قدس کشته باشه. وزارت اطلاعات، دو تا سه تا اطلاعات که دارن، وزارت اطلاعات کشته و میکشه. وگرنه شما باید اطلاعات داشته باشین، تحقیق کنین. این سیاوش با پژوهش و تحقیق میده. به حرف یک عده اپوزیسین های مارکسیست اسلامی یا چپا و کمونیسته ای که اینها تا بودن نوکر عربا بودن، از عربان پول میگرفتن، الان هم شعار عربان میدن، شعاری که تازیان دارن میدن و یه عده اپوزیسیون میدن، بعد هم اینا تو اتاقای فکر نشستن خوراک به شما میدن، شما نمیفهمین پرخ میکنین. آقای یوسی کوهن مشخصا اومد رئیس موساد گفت ما نمیخوایم رئیس سپاه قدس رو بکشیم. ما کاری نکردیم که بکشیمش. من 10 بار اینو به شما گفتم، 10 بار عربستان میخواد اینو بکشه، چون با هم درگیری دارن. داعش اینا، داعش رو با پول خلیج، تازیان خلیج فارس و زمین های و امکاناتی که ترکیه قرار داده بود برای اینا، داعش درست کردن که بین ایران تجزیه کنن، نتونستن. اینا رو تو خارج از کشور سرکوب کردن، تو سوریه و تو فلان، بعد جنگ بردن به یمن. حالا آقا جنگ بده ها، جنگ اصلا خیلی چیز بدیه، ولی عزیزان من، کسانی که
داعش که الان شما میبینی چجور ایرانی، کرده همه ایرانی هم، همه کرده ایران گرد ها ایرانی هم. ولی من مگم گرد یارو نمیفهمه، باید کرده میگم مثلا، مثل فارسی خلیج فارس بهت بگیم پارس میگم. اینا گه نداشتن، پی نداشتن، چیز همه رو عوض کردن. حالا الان که گرده رو داره اینجا قتل هم میکنه، بدتر از داعش نشون میده، داد میزنه شعار الله اکبر میده، بعد آمریکا میگه اوکی، بعد میزنه، بعد آمریکا میگه حالا بذار یکم جنگ بکنه، یکم خوبه برای سلامتیش، بذار جنگ کنه. خب اینا دارن ما رو میکشن. بعد دشمنان ما، یعنی یادتون نره، اگر ارتش ایران و آموزش یافته های نظام پادشاهی و شاهنشاهی نبودن، ما در 8 سال جنگ عراق نابود شده بودیم. محمد رضا شاه ما رو جنگ داد. بعد همون من اینو خبر دارم، چون من در جنگ بودم، من در امور بودم، واردم، میدونم، دارم به شما میگم همه چیز رو نمیشه به شما بگم. که اگر هم بگم فلانی با ماست فلانی با ماست، هم میگرن ادارش بکنم. رحیم مشایر اومدیم گفتیم آقای از خودمون بنده خدا ببینیم چه بلایی سر شده، اصلا کسی اسمش هم نمیاره. ولی بعضی وقتا آدم مجبور یه چیزی رو بگه، ذهنیت روشن بشه، بدونید ایران اگه 7000 سال مونده، اگه 1400 سال بعد اسلام مونده، به خاطر قدرت‌های پنهانی که در ایران بوده، قدرت‌های پنهان. این قاسم سلیمانی یه جوونه، یه سربازه، همونجوری که نیست بره سار الله رو تشکیل بده ارتش و سرویس کنه عراقی‌ها رو. برید لشکری که این ساخته بود و این لشکر چگونه با صدام جنگیدن و چه افتخاراتی آفریدن. عربا ناراحت هم میخواستن ایران خوزستان بگیرن، هم اینا جلو گیری کردن. خب الان میان تبلیغات علیهش میکنن، بعدی تبلیغاتی که میکنن مارکسیستای اسلامی و دیگران هم که حقوق بگیره تازیان هستن میان میگن. حالا من میدونم به منم هم که دارم میگم فرداشون میکنن فوشخار مادر دادن. چرا؟ چون پول میگیرن، حقوقشونه، میلیاردها دلار تو این سالها از صدام گرفته تا عربستان تا کویت تا خلیج، همه پول گرفتن دارن میگیرن همشون. این عظمت خرجی که میکنن پول استعماری، پول تازیانه. خب یه جوون قاسم سلیمانی دو تا از تیمسارای زمان شاه و چندین نفر از واقعا در جای بالا به من گفتند که ما یک سری آدم ها رو انتخاب کردیم و اینا رو آموزش دادیم. همون روز اول جنگ ها سال 1160 تازی میان، ما یک سینار انتخاب کردیم و اینا رو آموزش دادیم که اینا جای ما باشن، چون ما که خودمون نمیتونستیم خودمون نشون بدیم. شما تو جنگ ایران عراق میتونستی یک سرهنگ محمد رضا شاه رو نشون بدید، سرهنگ نشون میدادم. تا الان اسمشون رو آوردن سرهنگای دلیر، افسرای دلیر، عمرای ارتش نازنین، همشون رو که زدن کشتن به ایزاری که بهانه خیلیاشون. ولی اونایی که مونده بودن گفتن سیاوش اوستا، ما گفتیم بیاین یادگار از محمد رضا شاه بذاریم، یک آدمایی رو بسازیم آموزش. آقا شما سربازی خدمت کردی، آموزش داره، آموزش نظامی، به اینا آموزش بدیم که بتونن مثل یک فرمانده عمل کنن، با دشمن بجنگن و بعدم بدونن. همزمان با آموزش وقتی تو داری داچی های کاراته رو یاد میگیری، کنیچوار هم باید باش یاد بگیری، بعد بایستی سلوک رزم اندیشه داره، مثل کنگفو که آقای میرزایی در ایران آوردهش، ابراهیم میرزایی وقتی کنگفو رو آورد یه فلسفه بزرگ زندگی هم باش آورد. در تمام ورزش های رزمی یه فلسفه هم وجود داره، در ارتش ما فلسفه هست، اولش میهن پرستی، آخرش میهن دوستی. این به یک سری از بچه ها یاد داد، یک سری رفتن حالا دنبال پول و فلان و چند تا معدود افراد بودن که اینها برای جونشون میمونن، ولی مجبورن تو سیستم بمونن، مجبورن تو سیستم کار کنن، مجبورن ریششه بذاره و کار بکنی که نمیتونه. میبرنش توی کردستان ترکیه یا سوریه سر میبرن قهرمانان، ولی میره ازشون دفاع میکنه، میره اینا رو جلوگیری میکنه از قتل عامشون. وقتی داعش در سوریه و عراق نابود میشه توسط ایران و یادگاران ارتش ایران، ای کیه؟ ای جلوگیری کرده با اون قادسیایی که اینا آفریدن که ما رو نابود کنن؟